و حالا سراغ واکنش مقامات و رسانه ها در اروپا می رویم که همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس اونجا هست و برامون گزارش میده. نیلوفر؟ اول از همه به این موضوع اشاره کنم که وزارت خارجه فرانسه امروز در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه با رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منزوی کردن ایران موافقه یا نه، گفته بر اساس اونچه که رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در بیانیه تبریکش اعلام کرده، وزیر امور خارجه این کشور امیدواره که دور تازه ریاست جمهوری حسن روحانی همراه با بهبود روابط دیرینه پاریس و تهران باشه و ژانیو لودریان برای توسعه گفتگوهای سیاسی با ایران در چارچوب رویکرد سازنده در ارتباط با حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای همکاری می‌کنه. اما در رسانه ها لوموند گزارشی داره با تیتر گروه خلافت اسلامی و ایران محورهای تازه شرارت از منظر دونالد ترامپ و می نویسه ترامپ در سخنرانی دیروزش از نبرد بین خیر و شر صحبت کرد و خواستار ریشه‌کن کردن جهادگرایی و منزوی کردن ایران شد که او مسئول تروریسم می دونه. اشاره می کنه به اینکه خیلی ها منتظر شنیدن این سخنرانی بودن، به خصوص بعد از سخنرانی او در کارزارهای انتخاباتیش و یا ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان به خاک آمریکا. همینطور می نویسه که در این سخنرانی آقای ترامپ چشمانداز خودش از خاورمیانه رو ترسیم می کنه و همینطور محور شرارتی زیر پرچم تروریسم ترسیم می کنه، تروریسمی که گاهی از جهادگرایی گروه خلافت اسلامی الهام گرفته و یا به وسیله ایران و برای به گفته او رسیدن به اهداف صلح جویانش در منطقه به کار گرفته میشه، محوری که کشورهای حاشیه خلیج فارس و به همون اندازه اسرائیل میتونن در برابر اون بسیج بشن. روزنامه فیگارو ولی می نویسه در نخستین سفر رسمی خارجیش رئیس جمهوری آمریکا در عربستان مبارزه با تروریسم رو نه جنگ با مذهب که همچون جنگ بین خیر و شر توصیف کرده. میگه که آقای ترامپ سخنرانی کاملا حساب شده، بسیار محترمانه و پر تعریف و تمجید انجام داده که شباهتی به لحن تحریک‌آمیز گذشته او نداره. فیگارو می نویسه اگر آقای ترامپ هوشمندانه از اشاره به ارتباط میان ایدئولوژی رسمی پادشاهی عربستان و بنیادگرایی اسلامی خودداری کرده، اما همین حساسیت رو در مورد ایران دشمن اصلی ریاض به کار نبرده و با استفاده از جملاتی مثل این جمله که برای چند دهه ایران بر آتش خشونت‌های فرقه‌ای و تروریسم افسوده، طرف سعودیش رو کاملا مطمئن کرده که دوران امتیاز دادن به تهران به طور قطع تمام شده. اون بخش از سخنرانی آقای ترامپ که گفته برای این به عربستان نرفته که به اونها بگه چگونه زندگی کنن یا چه کار بکنن، هم مورد توجه خیلی از رسانه ها قرار گرفته و همینطور در بررسی رسانه ها این نکته را میبینیم که خیلی از اونها اشاره میکنن به اینکه در این سفر و سخنرانی آقای ترامپ هیچ اشاره ای به بحث نقض حقوق بشر نکرده. گزارشی بود از نیلوفر پور ابراهیم از پاریس در مورد سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و اسرائیل.